خط فقر در سال 1402 به 30 میلیون تومان رسید. با این عدد وضعیت 4.5 میلیون نفری که کمتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند باز هم فاجعه بارتر از قبل شده. کارشناسان مستقل اقتصادی اذعان کردند اون چه که مرکز آمار رژیم به عنوان گزارش تغییرات قیمتی منتشر می‌کنه در واقع همش نوعی آمارسازی برای پنهان کردن ناکامی‌ها و شکست‌های اقتصادی دولت رئیسیه. حالا بشنویم صحبت‌های هموطنمون سپیده رو از خوزستان که از وخامت اوضاع اقتصادی مردم میگه. سلام دوستان. امروز میخوام فقر رو در این ثانیه‌های محدود تصویر بکشم. میخوام شرحال خانواده‌ای رو بگم که هیچ ندارن جز غم و درد. ساعت 9 صبح بود، تلفنم زنگ می‌خورد. روزانه مبلغ ناچیزی من به اینا کمک میکردم برای رفع گرسنگیشون نونی یا ملزومات دیگه ای تهیه کنند. باور کنید میخوام فقط از گرسنگی نمیرم. گفت بچه ها مریضن، هر دو گلو درد دارن، توی تب میسوزن، چه کارشون کنم؟ گفتم از کی؟ گفت از دیشب، هیچی هم نخوردم، فقط آب. در لحظه خواستم محاسبه کنم که به چقدر پول احتیاج هست. باید غذای صبحانه تهیه کرد، بعد باید آژانس میگرفت و بچه ها رو به بیمارستان یا درمانگاه میبرد. هزینه ویزیت و دارو و تزریقات، هزینه نهارشون، هزینه برگشت آژانس. یادم رفت بگم کولرشون که فرسوده شده امسال دیگه کار نکرد و توی گرمای نزدیک 60 درجه همینا زندگی بکنن. خانواده‌ای که بدون سرپرست هستن، بدون حمایت از جایی، بدون درآمد، چون کارت یارانه‌شون هم به جای کرای منزل به صاحبخونه میدن. حساب کردم حدود 500 هزار تومان، در لحظه نیاز بود، حداقل در حالی که یک ریال هم نداشتن. به خدا اقراق نمی کنم، هیچ ندارن. این شرایط زبانحال عده زیادی از مردمه که هیچ پناهی ندارن، هیچ کس به دادشون نمی رسه. مگه این مردم از نفت و گاز این کشور سهم ندارن؟ حاکمیتی که این همه ثروت مردم دستش هست مگه مسئول اینها نیست؟ راستی در جشن قدیر در عراق چقدر هزینه شد؟ در ایران چه بریز به پاشی کرد؟ خرج حماس و حزب الله چی؟ هرچی بیشتر میگم و هرچی بیشتر فکر میکنم به این مسئله میرسم که به خدا عمر این رژیم زیادی طولانی شده. اگه مبارزات مردم و مقاومت نبود، اگر خون این جوانان شجاع نبود، باور کنید شاید به راحتی تا 500 سال دیگه هم اینها حکومت میکردن. اما مردم ایران و مقاومت سرفراز اون قسم یاد کردن که تا سرنگونی ثانیه از پا ننشینند. تلاش برای سرنگونی مهمترین وظیفه ایناست. پس فقط باید به براندازی فکر کنیم. سلاح و سرنگونی و دیگه هیچ.